عرض سلام و عرض خسته نباشید خدمت تمامی دوستان عزیزم، انشاءالله که حالتون خوب باشه. سیاوش سینا هستم، در زمینه آموزش عود در خدمت شما هستم. با شماره تماس 0921-241-44-0936-449-1296 0919-88-90-183. خب از اینم یه آهنگ زیبا مجلسی و یه آهنگ کاملا حالا بزمیه و از کارهای این خواننده خیلی اجرا کردم و این کارم چندین بار همین کار اجرا کردم، ولی خب باز دوستان میخواستن و خب پیام داده بودن این آهنگ رو میخواستن، منم اجرا کردم تقدیم تمام دوستانی که با این آهنگ خاطره دارن. و اینم یه نوع دیگهش بود، یه نوع اجرای دیگهش بود که تقدیم کردم به عزیزان. البته کاری که اجرا میکنم به صورت کاملا اتوده و نمونه آموزشیه برای دوستانی که میخوان کارمو ببینن. بارها گفتم خیلی زیباتر و خیلی قشنگتر میشه این کار رو اجرا کرد و حالا با سازهای زنده مثل آکاردئون، ویولونای زنده، ضربای زنده، این کارا خیلی قشنگتر میشه. تو بخواد با یه عود باشه، زیبایی کاری که سازه زنده دارن یه عود هیچ وقت نداره. خب دوستان، شیشتا نکته. اولین نکته عزیزان که مایلن پکیج کامل ویدیوی آموزشمو داشته باشن میتونن با شما هم در تماس باشن. نکته دوم عزیزان که مایلن پکیج کامل ریسازی داشته باشن که بتونن ریتماش رو خودشون بسازن میتونم با من در تماس باشن. نکته سوم دوستانی که نوازندن ولی ایرادای مختلف دارن، ایرادای خاص دارن، ما این دوستان فقط به صورت ایرادگیری کار میشه. نکته چهارم دوستانی که تازه این کارو شروع کردن و میخوان شروع کنن، اول بخرن، آموزش ببینن، نمیدونن از کجا باید شروع کنن، میتونم راهنماییشون کنم و بهشون مشاوره بدم. نکته پنجم دوستانی که خواننده هستن در زمینه آهنگسازی، تک ترک و آلبوم در خدمتشون هستم. اما نکته ششم یه عزیزانی هستن به خاطر حالا چه مشغله کاری یا وقتشو ندارن یا نمیخوان یا نمیتونن از پای کار کنن، میخوان آهنگی کار کنن. با این دوستان فقط آهنگی کار میکنن و زیر 20 آهنگ با این دوستان کار نمیشه. 20 آهنگ تصویری با توضیحات کامل و دید خیلی خوب اجرا میشه و به صورت کاملا ملایم به دوستان ارسال میشه. خب دوستان، عزیزانی هم که ارگای رولند کل یاماها دارن میخوان ستهای جدید بگیرن یا ستهاشون رو تبدیل کنن، کارهای تبدیلی انجام میدیم. و دوستانی که خواننده هستن تو رستوران میرن، مجلس میرن، تالار میرن، نیاز به پلی بک های زیبا دارن، حدود 20 گیگ پلی بک، من تو نکته های قبلی من گفتم 20 گیگ پلی بک زیبا دهه 50-60-90 موجود دارم، هر عزیزی خواست میتونم بهش ارسال کنم با بهترین کیفیت و کارا کاملا مجلسی. خب عزیزان، بنده ورامین هستم. دوستانی که ورامین، قرچه، شهرلی، پاکدشت، حالا روسته های ورامین، طرف های افسریه، ربات کریم، اسلامشهر، کهریزک، طرف های گمسار، مناطق بدرگ تهران هستن، حضوری در 38 جلسه کامل، و عزیزانی که خارج از تهران هستن، مشهد، شیراز، اصفهان، یزد، کاشان، قم، کرمان، شمال ایران، شهرهای بزرگ شمال، شهرهای بزرگ جنوب، غرب، شرق، حالا مثلا گفتن نام ببرید منم میگم، طرف های سیرجال، زاهدان، هرمزگان، طرف های عراق، طرف های قزوین هستن، هر استانی، هر شهرستانی، هر روستایی داخل ایران و حتی عزیزانی که خارج از کشور هم هستن با این دوستان به صورت غیر حضوری در 38 تا ویدیو کامل کار میشه. دوستان فقط اینجا من فرق حضوری و غیر حضوری رو باید فقط تو این بگم، فرق حضوری و غیر حضوری فقط تو اینه که یکی راش خیلی نزدیکه میاد پکیج آماده میگیره میره، چون راش نزدیکه حالا سه هفته یک ماه یه جلسه برای ایرادگیری میاد. خب عزیزم که باشون غیر حضوری کار میکنم همون پکیج بهشون ارسال میشه و تمام ایرادگیری هاشون از شبکه های مجازی انجام میشه. فقط فرقش تو اینه، ولی هیچ فرق دیگه ای نمی کنه. یعنی تو هنرجو فکر کنه اینجا مبحثاش بیشتره یا حضوری بحثاش با هنرجو بیشتره، هنرجو بهتر را میفته حضوری، نه حضوری و غیر حضوری هیچ فرقی با هم نمی کنه. فقط پشتکار علاقه هنرجوه
چه هنرجو واقعا به اون چیزی که بخواد میرسونه. بعدم حالا خودم پشت کار هنرجو هستم، طی 4 ماه تا 5 ماه کاملا تضمینی، 5 ماه نهایت کاره و بعد از اتمام دورم به عنوان همکاری در خدمت دوستان هستم. شاید ایرادی باشه، شاید سوالی باشه، مشکلی باشه، تمام این ایرادا و مشکل ها همه رفع میشه تا لحظه ای که دیگه هنرجوی نبود به جایی برسه که نیازی به بنده نداشته باشه و خودش کارش رو انجام بده. خب عزیزان، بابت آموزش ها، دوره هایی که عزیزان خیلی از دوستان دیدن، حالا چه خانم بودن چه آقا بودن، دوره های اشتباهی دیدن، هر جایی که رفتن فقط با این عزیزان آهنگی کار کردن یا گفتن ما یه آهنگ می‌ذاریم شما بیا رو دست ما فیلم بگی برو تو خونه بزن به صورت ملایم، یا اومدن به صورت فارسی دوره می فارسی رو نوشتن گفتن برو اینه بزن. این بر این آموزش ها من بارها و بارها گفتم، بازم میگم چون دوستان هی میگن، هی خودشون سوال میکنن، ویدیوامو نمیدونن میبینن یا نمیبینن. من تو خیلی از ویدیوام بابت آموزش هایی که خیلی از دوستان دیدن، شاید 2 سال، 8 سال، 7 سال، 1 سال به ماه رسیده، به سال رسیده، دوستان فهمیدن فقط وقتشون رو هدر دادن. یه جایی رفتم فقط به این دوستان آهنگ دادن، یه جایی رفتم فقط به این دوستان چند تا نوت دادن. فقط کار آموزشگاه یا اون کلاس این بوده که آهنگ بده نوت بده، آهنگ بده نوت بده. هنرجویی که تئوری رو ندونه، پنجه شبون نباشه، گام ها رو نشناسه، آکوردا رو نشناسه، ضرب رو نگیره، آهنگسازی کار نکنه، گوشش قوی نباشه. من تو یه دونه از ویدیوهای قبلیم کلید گرفتم و گفتم، چهرم رو کردم اون ور و اسم کلید رو گفتم. تا این حد بعد گوش هنرجو قوی باشه. هنرجویی که این مباحث ندونه بخواد 4 تا آهنگ بزنه فایده نداره. نوازندگی به این نیست که فقط هنرجو بخواد آهنگ بزنه یا 2-4 تا نوت فارسی بگیره، نه. نوازندگی به اینه که هنرجو خودش هر آهنگی رو گوش کرد در بیاره، بعدها استدیو بزنه، بعدها از ریتم و تنظیم و اینا سر در بیاره، پنجهش عالی باشه، گامها رو بشناسه. این بحث ها واقعا هنرجو رو یه نوازنده قدر میکنه. هنرجو کاری میکنه که هنرجو توی مجالس های 1000 نفری بره، 500 نفری بره، دست پاش نلرزه، راحت کارش انجام بده. ولی اونی که کلاس میره، آهنگ میگیره، 4 تا آهنگ، 20 آهنگ، 100 تا آهنگ هم بزنه، تو هر مجلسی که بره دست پاش میلرزه، چون علمی نداره، تجربه ای نداره، از پایه کار نکرده، 4 تا آهنگ درخواستی ازش بخواد نمیتونه کار کنه، چون اصولی کار نکرده، اصولی آموزش ندیده، فقط آهنگ زده. و اینکه باید حالا یه جوری باشه که توی مجالس هم همین فرقی نمی کنه. من تو مجالس هم شما فکر کنه همین کار توی مجالسه، نهایت بخوام بیام 4 تا تمپوشو بالاتر ببرم، اون هم همینه. ببینید انقدر باید راحت هنرجو کار کنه، نوازنده، یعنی وقتی که داره کار میکنه، حتی نوازنده هم شد، انقدر باید راحت کار کنه، نه پایه رو گم کنه، نه گیج کنه خودشو، نه آکورد میگیره ملودی یا اشتباه بزنه، ملودی میزنه آکورد اشتباه بگیره. این بحثا توی هنرجویی که از پایه کار میکنه به وجود میاد. اونی که از پایه کار میکنه، رو علم کار میکنه، هیچ وقت مشکلات مثلش پیش نمیاد. خب این آهنگ هم من زدم، ببینید توی مجلس ما بخوام بزنیم این کار همینجوری زده میشه، ولی یه خورده تندتر میشه چون مجلسی تر میشه. ببینید باید بزنن، تمپو رو میبرم بالا، با این تمپو باید بزنن. ببینید پنجه بعد سوار ریت باشه، پنجه بعد سوار ملودیا باشه، و الا ملودی و ریت سوار پنجه میشن و
نوازنده گم میکنه کارشو، ضرب گم میکنه، پایه رو گم میکنه، از این بعد نوازنده که قاطی کنه خواننده قاطی میکنه. به هر حال اونی که میخواد علمی و اصولی کار کنه، بنده 4 ماه تا 5 ماه در خدمتش هستم. مباحثی که کار میکنم گفتم بهتون، یه بار دیگه میگم تئوری موسیقی، پنجه قوی کردن، مراحل آکورد شناسی، مراحل گام شناسی، مراحل گام نوازی، مراحل آهنگسازی و قوی کردن گوش هنرجو، به صورتی که بتونه هر آهنگی رو بعد از اتمام دوره، حالا اولای کار 2 ساعته 3 ساعته در بیاره، ولی هر چقدر تجربه هنرجو بره بالاتر، نوازنده خوبی بشه، تایم آهنگ در آوردن ها کمتر میشه که کار به جایی میرسه که هنرجو در عرض 10 دقیقه رو یه کار راحت تر میاره. به اینجا باید برسه هنرجو. و منم 5 ماه در خدمت دوستان هستم، حالا چه حضوری چه غیر حضوری، چه خارج از کشوری، چه تور، چه افغان، چه لور، چه کرد، فرقی نمیکنه، چه فارس. و اینکه مهم کار اصولیه، از پای کار کردنه. و 4 تا آهنگ رو شاید یه بچه 10 ساله بهش یاد بدی بتونه بزنه. مهم اینه که شما خودتون همه کاره بشید و بتونید تمام کاراتون رو انجام بدید. اینم یه ویدیو دیگه بود که تقدیمتون کردم با یه آهنگ خوشگل، تا یه آهنگ خوشگلتر و زیباتر روز شب خوش خودتون.